برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در کابل پایتخت افغانستان بین حدود 3000 خانواده پول توزیع کرد. در جریان این کمک رسانی مالی به هر خانواده نیازمند مبلغ 7000 افغانی معادل 74 دلار پرداخت شد. دریافت کنندگان این کمک مالی خانواده هایی بودند که از بحران اقتصادی و انسانی حاکم بر این کشور که از زمان به قدرت رسیدن سنی های تندروی طالبان شدیدتر شده به شدت رنج میبرند. آژانس های کمک رسانی بین المللی هشدار دادند که با ادامه وضع موجود بیش از نیمی از جمعیت 38 میلیونی افغانستان در زمستان امسال با گرسنگی مواجه خواهند شد. بسیاری از کسانی که کمک دریافت می‌کردند، خانواده‌هایی بودند که تنها نانآور خانه در پی تسلط سنی‌های تندروی طالبان کار خود را از دست داده است. در ماه‌های اخیر تورم و بیکاری در افغانستان افزایش یافته و کمک‌های بین‌المللی که 75% از بودجه دولت پیشین تحت حمایت ایالات متحده را تأمین می‌کرد، متوقف شده است.